بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام مبتلات روزه قسمت چهارم. همینطور که خوردن و آشامیدن باعث ابطال روزه میشه، فرو دادن گرد و غبار غلیظی که به حلق رسیده و تبدیل به گل شده هم روزه رو باطل میکنه. برای همین کسانی مثل زحمتکشان شهرداری که در معرض گرد و غبار هستند باید مراقب باشند که روزتون باطل نشه. به طور کلی اگه روزه‌دار میخواد به جایی بره که احتمال میده غبار یا دود به حلقش برسه، باید احتیاط کنه و به اون مکان نره مگر اینکه مطمئن باشه غباری به حلقش نمیرسه. همچنین اگر فراموش کنه که روز است یا اینکه فراموش نکرده ولی در عین مراقبت و اطمینان بی اختیار و یکباره غباری به حلقش برسه، در این صورت هم روزش باطل نمیشه. فرقی نمیکنه چه نوع غباری وارد حلق بشه. همین غبارها، چه غبار چیزهایی مثل خاک که خوردن اون حرامه و چه غبار چیزهایی مثل آرد که خوردن اون حلاله، مبطل روزه هستند. حتی دودها هم سبب ابطال روزه میشن. مثلا استعمال دخانیات علاوه بر اون که حرامه، بنابر احتیاط واجب دودش روزه رو باطل میکنه و اگر روزه‌داری از دخانیات استفاده کنه هم باید روزه رو قضا کنه و هم به کفاره عمد عمل کنه. بخور دادن با بخار غلیظ هم مبطل روزه است. حتی بخور با بخار غیر غلیظ هم بنابر احتیاط واجب روزه رو باطل میکنه. ولی دوش گرفتن ایرادی نداره. حتی اگر فضای حمام رو بخار گرفته باشه و بخار حمام عمدن استنشاق باشه، باز اشکالی در روزه به وجود نمیاد. اما اگر دوش گرفتن باعث ضعف روزه دار بشه، کراهت داره. کسانی هم که احتیاج به استفاده از اسپری آسم دارن نگران نباشن، چون اسپری آسم فقط نوعی گازه و مبطل روزه نیست. خوشبوکننده های دهان هم اگر مثل اسپری های آسم فقط به صورت هوا وارد دهان بشه، روزه رو باطل نمی کنه و به تبع اون استفاده از عطر و بوی خوش هم برای روزداران اشکالی نداره، اما بوییدن گیاهان معطر در حال روزه مکروهه. مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی.